چطور مچه ها؟ خوش اومدید به یه ویدیو خیلی خفنه دیگه بازی لاین درایو. توی این پارت میخوام جدیدترین ماشینی که به بازی اضافه شده رو بهتون نشون بدم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ بازی. خب بچه ها، همین چند روز پیش بود که یه دونه ایمیل از طرف بازی لاین درایو برای من اومد و گفت یه دونه ماشین جدید به بازی اضافه شده. من فکر میکنم که این استریم رو یادتون باشه که با این ماشین تا اینجا اومدیم و ولش کردیم دیگه، رفتیم سراغ داستانای دیگه. ولی من بازی رو آپدیت کردم و برگشتم اینجا دیدم چه خبره، یه دونه فولکس فوق‌العاده تر و تمیز و حرفه‌ای. فقط یه چیزی که من نمیفهمم، این یارو چی میگه دیگه اینجا؟ این اصلا چیه دیگه؟ روزهای عجیبیه دیگه. یه آدم سوخته هم افتاده بود توی ماشینه. تا حالا توی بازی بجز پلیر آنلاین کاراکتر دیگه ما ندیده بودیم. من اصلا نمیفهمم یارو چی میگه تو بازی، ولی حالا این اصلا مهم نیست. یه دونه فولکس واگن داریم اینجا و تمام قطعات فابریک خودشو، یه سری خس و خاشاک که اینا دیگه نمیدونم اصلا کجا اومدن. توی آپدیت جدید مثل اینکه خیلی چیز میز به بازی اضافه شده که به نظر من تا اینجا مهمترینش همین فولکس بود. بریم با هم دیگه این ماشین فوق‌العاده خفنو جمعش کنیم. اول از همه بریم سراغ موتورش که اونم دوباره یه چیز کاملا جدیده و اصلا جای موتورش جلو نیست، این پشت مثل اینکه نصب میشه و کار ما رو سخت‌تر میکنه. ببینم جای روغنش و اینا کجاست، پیداش کردم. بریم از روغنم توش بریزیم. من مراحل و همه رو دونه دونه انجام میدم. یه چیز دیگه که واقعا منو خوشحال میکنه تو این بازی، این همه رنگیه که اینجا ریخته، یعنی فولکس رو هر رنگی که دلمون بخواد میتونیم در بیاریم. من چیزی که خودم مد نظرمه، البته یکی از رنگا مثل اینکه همین الان پرد شد این طرف، ترکیبی از قرمز و زرده، چون فولکس زرد و من خیلی حال میکنم باش. آقا یه دونه سلیتری فعلا با خودم میبرم اینجا خالی بکنم توی موتوره. میتونستم هم قبل از اینکه اصلا موتور بذارم توی ماشین این کارو انجام بدم که دوباره نخوایم بیایم این پشت. آقا این خس و خاشاکه خیلی داره اذیت میکنه، ای صاف میاد میفته تو صورت من. چرا برو اونور دیگه، نمیذاره، مثل اینکه باید پرتش کنم بره دورتر و بهتره که قبلا اینا خرابم میشدن، الان نمیدونم چرا اصلا خراب نمیشه، براش مهم نیست هر جا پردش میکنیم. خب یه دونه سلیتری ما خالی میکنیم توی ماشین. باکشم کلا 5 لیتری و پر کردنش زیاد طول نمیکشه اصلا. یه دونه دیگه هم بریم بیاریم. آقا من نمیفهم واقعا چرا اینا گیر دادن به من اینقدر. بابا بیابونه به این بزرگی برید یه جا دیگه. مثل اینکه یه دونه هیولا هم اونجا داره اسپان میشه و کم کم میخواد بیاد سمتمون. این گرد و غبار همیشه برام مشکوک بوده. خب از اون جایی که من ماشین رو باید فولش بکنم همیشه، درسته حالا با ماشینایی که توی ویدیوها من آماده کردم تا حالا زیاد بازی نکردیم، ولی قطعا با این ماشین و اون هاچبکی که توی ویدیو قبلی جمعش کردیم توی استریما زیاد بازی خواهیم کرد. آقا یه چند لیتر دیگه هم می‌ریزیم این تو و پر شد. خدا رو شکر روغن به اندازه کافی برامون گذاشته بود. چیز بعدی که می‌خوایم ازش استفاده کنیم و من مطمئن نیستم که فابریک خود این ماشین باشه، رادیاتورشه. به نظر رادیاتور همین یکی ماشینه میاد و فرقی زیاد با هم ندارن. از اونجایی که حجم بالایی داره این رادیاتور، من مال این ماشینه رو برمی‌دارم و آب تو اینو خالی میکنم توی جدیده که سریعتر بتونیم کارو انجام بدیم. این جابجایی رو خودم انجام میدم، سریع برمیگردم پیشتون. خب بچه‌ها، جابجایی آب بین رادیاتورها هم تموم شد. 16 لیتر آب توی اون رادیاتوره بود که فرستادیمش اینور. من نمیدونم این اصلا رادیاتورم مثل اینکه روش نصب میشه یا نه، چیزی به عنوان رادیاتور من اینجا نمیبینم که اصلا به این ماشین بخوره. شاید خود موتور خنک کننده داشته باشه، مثلا نیازی به رادیاتور نداره اصلا. من تا حالا این موتور رو ندیدم، اولین باریه که میخوایم باش بازی کنیم، ولی تا اینجایی که دارم چک میکنم رادیاتور بهش نمیخوره. حالا ما رادیاتور رو میذاریم همین بغل باشه، میریم سراغ ادامه داستان. خب بقیه اجزای ماشین، یه دونهش در صندوقه که دو تا مدل مختلف هست. تنها تفاوتی هم که این دو تا مدل با هم دیگه دارن شکل دستگیره شونه، مثل اینکه یا اونها هم یکیه، یه مدل خاصی هستن. اینم میذاریم سر جاش فعلا، نچسبید، الان درست شد. فوق‌العاده حرفه‌ای و شیک، واقعا ماشین باحالی. دیگه چی داریم؟ یه دونه در کاپوت هست که در اصل صندوق عقب حساب میشه برای این ماشین و از یه نظرهای خیلی بهتره. اگه ما جلوی ماشین رو سنگین کنیم خیلی بهتر میتونیم باش رانندگی کنیم تا پشتش. یه دونه چراغ، چرا بیشتر اینجا نیافتاده ماشین دو تا چراغ میخوره؟ چرا یه دونه اینجاست؟ البته چراغو میتونم از روی ماشین قبلی هم بردارم. این یه دونه چراغم میذاریم سر جاش. یه چیزای دیگه هم من اینجا دارم میبینم که هنوز
اصلا نفهمیدم برای چیه، نمیدونم کجا رفت. اینا یه عکس من از این ماشین دیده بودم که روی چراغاش یه حالت ابرو داشت. من فکر کنم که اینا دقیقاً برای همونجاست. به به، ببین چقدر باحال میشه. یه حالت خوابالو پیدا میکنه چراغای ماشین. بچه‌ها وسط ویدیو یه خواهش ازتون بکنم، به خاطر اتفاقای بدی که این چند وقت افتاده و فعالیتی که ما توی یوتیوب نداشتیم، به چنل تمام یوتیوبرای ایرانی آسیب خیلی بزرگی وارد شده. لطفاً همین الان ویدیو رو لایک کنید و یه دونه کامنت هم بذارید که این ویدیوها دوباره برگردن به حالت عادی و سیستم ساجستین یوتیوب ویدیوهای ما رو به افراد بیشتری پیشنهاد بده. خب بریم سراغ چراغ بعدی که از روی اون ماشین قبلیمون باید برداریم. خدا رو شکر این ماشین چراغ تا صبح داره، همش چراغ بود. اشتباهی لاستیکو درآوردم، اینم از چراغش. اکثر ماشینا هم بجز یه تعداد خیلی کمیشون همین چراغ بهشون میخوره. حالا درسته چراغ جز قطعات اصلی ماشین نبود، ولی به خاطر اینکه ما از این گوشه شروع کردیم و داریم ماشین رو جمع میکنیم، اونم میذاریم سر جاش. یه تیکه دیگه از اینا هم اینجا هست، اینم میذاریم و ابرو سمت چپ ماشین هم درست میشه. البته الان سمت راستمونه، ولی پشت فرمون که باشیم میشه سمت چپ. خب میریم سراغ درهای ماشین. چند تا مدل در اینجا هست، دو تا اینای دو تا اون یکی ها. من همینایی که تو مارونه رو انتخاب میکنم. در تو قرمز و واقعا بیشتر من خوشم میاد. چرا نچسبید دوباره؟ الان اوکی اوکی شد. آقا احساس میکنم فیوریت ماشین من به این تغییر خواهد کرد، به خاطر اینکه اصلا تا حالا باهاش بازی نکردیم. فکر کنم که خیلی چیز باحالی باشه. خب نوبتی هم که باشه میرسیم به لاستیکای دور سفید فوق العاده حرفه‌ایمون. یه ذره به نظرم سایز لاستیکا برای این ماشین بزرگه، ولی اشکالی نداره. باید چهارتاشو بندازم اول ببینم چه شکلی میشه، بعد نظر قطعیمو بگم. الان مطمئن نیستم. آقا دیدی یه دونه این خاشاکا ترکید. قبلی‌ها رو پرت می‌کردم هیچیشون نمی‌شد. فقط می‌خوان اعصاب منو خورد کنن. خب دو تا چرخ این طرف فقط مونده. این دو تا رو هم بذاریم سر جاش. دیگه چیز زیادی نمونده. به خاطر اینکه ماشین رادیاتور که نمی‌خورد، فقط باکش مونده. تو ماشین که کیلومترش و اینا اوکی کنیم و بنزین بریزیم توش. یه تست درایو هم باید توی این پارت با هم دیگه بگیریم، من ببینم داستان این ماشین چه جوری هستن. در باکش هم اینجاست. بریم بنزینه رو هم بیاریم، یه دونه 20 لیتری فعلا خالی کنیم توش ببینیم چی میشه. و اینکه اصلا ببینیم حجم باکش چقدیه. این ماشین خیلی به نظر بزرگ نمیاد، ولی 40 لیتره. حالا من همین 20 لیتر رو خالی میکنم توش، برمیگردم پیشتون. خب بچه‌ها بنزین ماشینم فول کردم، فول که البته نه، یه 20 لیتری ریختم توش قدر اینکه فعلاً کارمون رو راه بندازه. آینه بغلاش هم بذاریم سر جاش ببینیم چه شکلی میشه. ایول چقدر این ماشین خداوکیلی خوشگل شد. آقا نظر من داره تغییر میکنه دیگه. اون یکی ماشینی که ما فابریک صداش میکردیم و شما میگفتید کادیلاک اسکالید، نمیدونم دقیقاً اسمش، خودم توی یکی از استریما گفتم ولی یادم رفت چی بود. الان به این ماشین تغییر کرد. به نظرم الان این خیلی بالتره و کمتر کسی دیدتش توی بازی کلا. آقا راسی دو تا سفر هم اینجا داریم که من فکر میکنم این سفر برای عقب باشه. میذاریم سر جاش و روخی خیلی حرفه‌ای میگیره ماشین. هر لحظه این ماشین داره خوشیل و خوشیل‌تر میشه. سفر جلوش هم میندازیم و فکر میکنم که دیگه کامل شد. فقط باید بریم سراغ تو ماشین. من به خاطر اینکه خیلی سریع دیگه بتونیم کارا رو انجام بدیم، این جنازه رو نگاه کن اینجا. اصلا نگاهش میکنم خندم میگیره من. از موضوع اصلی بازی دور میشم. این دو تا کیلومتر رو باید بزنیم سر جاش. یه دونه در داشبورد فکر کنم اینجا دیدم و آینه وسط ماشین. این چیه؟ آینه است دیگه، درسته؟ یا ضبطی چیزیه؟ چی بودیم؟ قیافش که به آینه میخوره، نمیدونم حالا دقیقاً چی. میریم تو ماشین، ترتوشو در میاریم. یه دونه چیز دیگه من اینجا دیدم افتاده بود که الان نمیبینم. آها اینه هاشش. این فکر کنم آفتابگیر ماشینه که من همیشه با این قضیه مشکل داشتم، ولی الان چون داریم ماشینو کامل میکنیم اینم میذارم سر جاش. این دو تا درم احتمالاً باید برای همین ماشین باشه. من چک میکنم یه دفعه درا رو جابجا میکنم ببینم واقعاً اینم برای همینه، یعنی دو تا مدل در میخوره بهش. یه ذره اندازش برای این ماشین بزرگ بود، ولی خب بیتم میشد تقریبا. آقا همین فابریک خودش ولی بهتر بود. خوب شد اول همون درسته رو انتخاب کردم. و رنگی که میخوایم برای ماشین انتخاب کنیم که بهتون گفتم، یه دونه زرد و قرمز میخوام بزنم به این ماشین. فوق العاده حرفه‌ای و خفن. فقط رنگ قرمز نمیدونم کجا رفته. این دوتا تقریبا توی تونن، میتونیم ببریمشون این نزدیک باشه حالا تا برسیم بهش و ببینیم چه ترکیب رنگی میتونیم با اینا در بیاریم.
خیلی وقتی که دیگه رنگ افتضاح من در نیاوردم اصلا. خب بریم تو ماشین و کیلومترم بزنیم سر جاش. چیزی که الان دارم میبینم این ماشین یه دونه جای کیلومتر بیشتر نداره، نمیدونم چرا اونجا دوتا گذاشته بودن. آینه بغلش هم ببریم. اون دره هم که اونجا پیدا کردیم من فکر کنم اصلا برای اینجاه، ربطی به آفتابگیر و اینا نداشت. این ماشین خدا رو شکر فابریک مثلا که آفتابگیر نداره. این یکی هم در این وسط بود که نمیدونم جای چیه، حالت زیر سیگاری اینا داره. این یکی درم میبریم میذاریم سر جاش و ماشین به بهترین حالت ممکن درست میشه. ذره باک خورد الان درست شد، کارم میکنم اونطوری که میبینید قشنگ راحت باز و بسته میشه. بریم برای تست استارت ببینیم روشن میشه ماشین به راحتی. آقا من همینجا میخوام رنگ ماشینم انتخاب کنم، ولی متاسفانه همیشه توی ویدیو به رنگ که میرسیم هوا تاریک میشه و دیگه چیز زیاد معلوم نیست. اولین رنگی که میخوام بزنم به بدنه ماشین رنگ زردیه که بهتون قولشو داده بودم، به خاطر اینکه فولکس زرد اصلا اصالت فولکس رو نشون میده. واقعا شما اینجا رو ببین چقدر خوشگل شد این ماشین، اصلا زردش هم زرد خاصیه، حالت گلد گرفته خوده. خیلی هم نمیخوام پر رنگ بشه دیگه. یو اول فاز اینو نگاه، جون مادرت نیا سمت من، همونجا تو ماشین بمیر. وای این اگه اینجا منو میکشت واقعا خودکشی میکردم. در صندوق ماشین رو هم همین رنگ زرد رو بهش میزنم. دو تا در سمت شاگرد و راننده و کاپوت ماشین رو قرمز میکنم. به نظرم خیلی باید اینجوری باحال بشه. حالا اگه خیلی خوب نشود یه ذره تغییرش میدم، در صندوقم قرمز میکنم. ولی یه ذره با دقت که دارم نگاه میکنم همین سفیدم خوشیله، فقط به خاطر اینکه قولشو بهتون دادم رنگ قرمز رو الان روی کاپوت پیاده میکنم. کاش فقط الان روز بود، یا من میتونستم زودتر بخوابم و این ماشین رو توی روز بهتون نشون بدم که چه شکلی شده، به خاطر اینکه خیلی خوشیله الان تو این تاریکی، اصلا چیز زیادی ازش معلوم نیست. ولی 100% صبر میکنم تا روز بشه و شما هم رنگ خفن این ماشین رو کامل شدهش رو ببینید حتما. حالا توی تاریکی ما این رنگ رو کامل پخش میکنیم همه جا. یه ذره قرمز بدنه ماشینم خورد. فکر میکنم که یکی از خفن ترین ماشینایی که تا الان جمع کردیم همین ماشین باشه. خب آقا روز شد، من واقعا از قیافه این ماشین راضی ام. تنها چیزیش که به نظر من اگه تغییر میکرد خیلی باحال‌تر میشد رینگ و لاستیک اسپورت برای این ماشین بود، که نمیدونم روی این یکی هست یا نه، اونم لاستیکاش دور سفیده. ولی خب خوبه، سرجم چیز باحالیه. حالا تو استریمایی که در آینده با هم دیگه رفتیم، اگه خیلی خوب از ویدیو حمایت کردید و حتما همه تون لایک و زدید، میریم و به اونجا هم میرسیم. آقا یه تست درایو هم ما بریم این ماشین بگیریم ببینیم چی جوریه داستانش. اصلا سرعتش خوب هست خوب نیست؟ را میره درست حسابی؟ تا اینجا که به نظر چیز باحالی میاد. این جاده البته برای تست رانندگی خیلی جاده مناسبی نیست، ولی واقعا ماشین خفنیه. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین که از این بازی ویدیو یا این سبکی بیشتر واسهتون درست کنم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، چند تا کامنت انگلیسی هم لطفاً بذارید که ویو لایکتون نپره. خیلی مراقب خودتون باشید، خداحافظ.